سلام خدمت دانش آموزای عزیز. بچه بحثی که میخوایم شروع کنیم بحث هندسه مختصاتی مربوط به سال 11 هم، هم رشته ریاضی و هم رشته تجربی هست که تو فصل اول سال 11 همه. امسال ما از این قسمت توی کنکور سراسری سال 98 سوالی نداشتیم، ولی احتمال اینکه در سال 99 تست کنکور مطرح بشه ازش هست. بچه های 11 هم میتونن این بحث رو نگاه کنن چون کاملا مربوط به سال 11 هم محسوب میشه. اما دقت کنید، بیس اصلی این قسمت سه تا نکته است: فاصله نقطه از نقطه، فاصله نقطه از خط و فاصله دو خط موازی، که اکثر سوالاتی که تو این قسمت هست مربوط به همین سه تا مفهوم میشه. ببینید، نقطه B اینجا، نقطه A اینجا. فاصله نقطه A تا B یا همون طول بار خط AB همتون میدونید میشه رادیکال تفاضل طولها به توان دو، و تفاضل عرضها هم به توان چند؟ دو. پس بچه فاصله دو تا نقطه به این شکل شد: جذر تفاضل طولها به توان دو به علاوه تفاضل عرضها به توان دو. موضوع بعدی فاصله نقطه از خطه. شما فرض کنید خط دارید به معادله AX به علاوه BY به علاوه C مساوی صفر و نقطه A دارید به مختصات XA و YA. حالا به ما میگم فاصله این نقطه رو از این خط حساب کنید. فاصله نقطه از خط منظور فاصله عمودی نقطه تا خطه، یعنی همین فاصله ای که اینجا میبینید. این فاصله رو اگه دی در نظر بگیریم به این شکل محاسبه میشه: صورت قدر مطلق، مخرج، رادیکال. اما توی صورت چه عددی رو باید بنویسید؟ میرید تو معادله خط، هر جا x داری طول نقطه رو جایگذاری میکنی، طول نقطه آ رو، هر جا y داری عرض نقطه آ رو جایگذاری میکنی، و سی هم که خودشو می نویسه بچه. پس میشه A در X A به علاوه B در Y A به علاوه C تقسیم بر رادیکال. ضرایب X و Y خط و کافیه به توان دو برسونید، با هم جمع کنید. پس بچه این شد فاصله نقطه از خط. فقط نکته ای که حتما توجه کنید برای محاسبه فاصله نقطه از خط، خط به صورت کاملا گسترده باشه. یعنی چی؟ غیر استاندارد باشه، یعنی همه عبارت ها یه طرف باشن، یه طرف حتما چند باشه؟ صفر. مطلب سوم فاصله دو خط موازیه. اولا که دو خط زمانی با هم موازیان که شیب هاشون با هم چی باشه؟ برابر باشه. اینجا داریم AX به علاوه BY مساوی C، اینجا داریم AX به علاوه BY مساوی C'. اولا بچه این دوتا خط با هم چی هن؟ موازیان. و فاصله این دوتا خط موازی رو میخواییم. فاصله دو خط موازی صورت قدر مطلق میخواد، مخرج رادیکال. اما تو قدر مطلق چی میذارید؟ اختلاف عدد ثابت ها رو تو قدر مطلق بذارید، یعنی سی منهای صفریم. مخرج ضرایب ایکس و ایگرگ خط ها رو به توان دو برسونید، یعنی آ دو به علاوه بی دو. فقط حواستون باشه اینجا هم بچه ها در فاصله دو خط موازی حتما نکته ای که رعایت کنید ضرایب ایکس و ایگرگ دو تا خط موازی با هم چی باشن؟ برابر باشن، که معمولا تو تستا به شما برابر نمیدن. خب شما باید چی کار کنید؟ شما باید خطا رو در یه عدد ثابت ضرب یا تقسیم کنید که ضرایب x و y تو دو تا خط موازی با هم چی بشن؟ برابر بشن، که حالا تو تستا داریم کار میکنیم، بررسی میکنیم. پس سه تا فاصله خیلی مهم شدن: نقطه از نقطه، نقطه از خط و دو خط موازی. نکته های جانبی که باید بلد باشیم به این شکله: برای فاصله نقطه از خط حتما خط گسترده باشه، یعنی همه یه طرف باشن یه طرف صفر باشه. برای فاصله دو خط موازی ضرایب x و y دو تا خط حتما حتما با هم چی باشن؟ برابر باشن. خب اما یه سری نکات در مورد خط هم بد نیست بلد باشیم، یه سری نکات عمومی که شما حتی میتونم بگم از سال نهم هم بچه ها اینا رو بلدین، ولی به هر حال یه مروری بشه. دو نوع خط داریم: خط حالت استاندارد، خط حالت غیر استاندارد یا همون حالت گسترده. در حالت استاندارد y ax به علاوه b شیب خط تو میخواییم، شیب خط میشه ضریب ایکس. مسئله بعدی بچه ها، به ایکس صفر بدید ایگرگ به دست میاد، به ایکس صفر بدید ایگرگ به دست میاد، یعنی میشه عرض از مبدا یا همون نقطه برخورد خط با محور ایکس ها، با محور ایگرگ ها. به ایگرگ صفر بدید ایکس به دست میاد که میشه همون نقطه برخورد خط با محور چی؟ ایکس ها، که بهش میگن طول از مبدا. در این حالت غیر استاندارد هم به همین شکل. تو حالت غیر استاندارد فقط دقت کنید، شیب خط برابر میشه با منفی ضریب x تقسیم بر ضریب y، یعنی منفی a بیوم. خب
اینجا هم بچه به x صفر بدید برخورد با محور y ها به دست میاد، به y صفر بدید برخورد با محور x ها به دست میاد. چند تا خط خاص داریم. y مساوی x همتون میدونید نیمساز ناحیه اول و سومه که نمودارش به این شکله. y مساوی منفی x نیمساز ناحیه دوم و چهارمه که به این شکل نمودارش. خط x مساوی k یه خط قائمه موازی محور y ها و خط y مساوی k یه خط افقی موازی محور چی؟ x ها. و در نهایت دو تا خط زمانی با هم موازی هن که شیواشون با هم چی باشه؟ برابر باشه. و دو تا خط زمانی بر هم عمودن که شیب هاشون قرینه و معکوس هم باشه. یعنی اگه شیبه یه خطی دو باشه، شیبه اون یکی خطی که میخواد عمود باشه باید چند باشه؟ منفی یک دوم. یا به عبارتی حاصل ضرب شیب ها چند باشه؟ منفی یک. خب بچه تو ادامه یه سری نکات تکمیلی دیگه هم داریم و در انتها تستای این بخش رو میزنیم. خسته نباشید. در ادامه مطالب خوب دقت کنید. بحث نوشتن معادله خط، ما در مورد خط داشتیم بحث میکردیم. نوشتن معادله خط احتیاج به چی داره؟ شیب و نقطه. ببین حالت های نوشتن معادله خط به این شکل، ممکنه شیب و نقطه رو همزمان به شما بدن. شیب خط، طول نقطه و عرض نقطه همه همزمان در اختیارت باشه شما معادله خط بخوای بنویسی. معادله خط میشه y منهای عرض نقطه یعنی y منهای b مساوی شیب خط یعنی m در x منهای طول نقطه یعنی چی؟ a. اما دقت کنید اگر دو تا نقطه به شما داده باشن معادله خط بخوای بنویسی، خب اینجا دیگه مشکل نقطه شما ندارید، مشکل شیب خط دارید. شیب خط گذرنده از دو تا نقطه چجوری به دست میاد؟ تفاضل عرضها تقسیم بر تفاضل طولها میشه شیب خط. حالا شما یکی از نقطه ها رو به دلخواه انتخاب میکنید، معادله خط مثل حالت اول مینویسید. حالا من اینجا بچه نقطه A و B رو انتخاب کردم با این شیبی که داریم، پس میشه Y منهای B مساوی M یعنی همین کسره در X منهای A. و حالت سوم که حالت خیلی خاصیه، اگر از شما معادله خط گذرنده از این دوتا نقطه رو بخوان، خوب اگر دقت کنید این دوتا نقطه بچه طولهاشون با هم برابرن. اگر طول دوتا نقطه با هم برابر باشن، معادله خط گذرنده از اون دوتا نقطه میشه x مساوی طول همون نقطه ها، یعنی یه خط قائم میشه. ولی اگر عرضهاشون با هم برابر باشن اون دوتا نقطه، معادله خط میشه y مساوی عرض همون نقطه ها، یعنی یه خط افقی میشه. پس چهار تا حالت داریم برای نوشتن معادله خط. شیب و نقطه کامل در اختیارت باشه که کار سختی ندارید. دو تا نقطه داشته باشید، اول شیبو به دست میارید بعد معادله خط می‌نویسید با انتخاب یکی از نقطه ها. دو تا نقطه داشته باشید که طول‌هاشون با هم یکی باشه، معادله خط گذرنده از اون دو تا نقطه خط x مساوی a میشه. و دو تا نقطه داشته باشید که عرض‌هاشون با هم یکی باشه، معادله خط میشه y مساوی عرض یعنی y مساوی b. اما یه بحثی هست به نام دست خطوط. به چی میگیم دست خطوط؟ ببینید از لحاظ هندسی وقتی شما بی شمار خط دارید به این خطا میگن دست خطوط. دست خطوط امکان داره بیان همدیگر رو در یه نقطه ثابت همدیگر رو چیکار کنن؟ قطع کنن. و از شما چی بخوان؟ مختصات این نقطه رو بخوان. اولا اگه ما از کجا متوجه بشیم دست خطوط داریم؟ اگه شیب یک خط متغیر باشه، عدد مشخصی نباشه، بهش میگن دست خطوط. فرض کنید بچه معادله این خط رو دقت کنید، کای ایکس به علاوه کای منهای دو در ایگرگ به علاوه پنج مساوی صفر. شیب این خط میشه منفی ضریب ایکس به ضریب ایگرگ، یعنی میشه منفی کا تقسیم بر کای منهای دو. خب مشخص منفی کا تقسیم بر کای منهای دو متغیره، وقتی کا تغییر میکنه شیب هم تغییر میکنه، پس به اینا میگن دست خطوط. حالا میگن خب شما که دست خطوط داری چیکار کن؟ این نقطه ثابتشو به دست بیار، یعنی نقطه تقاطع همه‌شون رو به دست بیار. یه راه خیلی ساده اینه که بچه‌ها دو تا عدد دلخواه به کا بدیم. مثلا اینجا من به کا دادم یک، بچه‌ها اول به کا دادم چند؟ یک. به کا بدیم یک، معادله به این شکل میشه، میشه x منهای y به علاوه 5 مساوی چند؟ صفر. بعد به کا دادم دو، بچه‌ها به کا بدیم دو میشه 2x ضریب y صفر میشه از بین میره به علاوه 5 مساوی صفر. 2x به علاوه 5 مساوی صفر. پس از اینجا x چند به دست میاد؟ منفی 5 دوم. شما منفی 5 دوم تو همین بالایی جایگذاری کنید y میشه 5 دوم، یعنی محل برخورد دو تا خط رو به دست آوردید با حل یه دستگاه دو معادله دو مجهول.
پس شد منفی پنج دوم و پنج دوم، طول منفی پنج دوم، عرض پنج دوم، میشه مختصات این نقطه ثابته، یعنی مختصات نقطه مشترک همه این دست خطوط. این میشه روشه به دست آوردن نقطه ثابت دست خطوط. نکته بعدی که داریم، شرط این که سه تا نقطه روی خط قرار بگیرن. در اصطلاح میگن این سه تا نقطه همراستا باشن. همراستا باشن یعنی روی یه دونه خط باشن. مفهومش بچه خیلی ساده است. شما اگه دقت کنید شیب خط آبی با شیب خط آسی فرقی نمیکنه، چون روی خط قرار گرفتن، و با شیب خط بی سی هم فرقی نمیکنه. پس شرط این که سه تا نقطه روی یک خط واقع بشن اینه که شیب خط آبی با شیب خط آسی و با شیب خط بی سی با هم چی بشن؟ برابر بشن. مسئله بعد، در اصل بچه سه تا خط به شما میدن. فرض کنید خط L1 داریم، L2 داریم، L3 داریم. این سه تا خط در یه نقطه ای اگر مشترک باشن، در اصطلاح میگن سه تا خط همرسن یا متقاربن. پس در اصطلاح چی میگن بچه‌ها؟ همرس یا متقارب. شرط این که سه تا خط همرس باشن یا متقارب باشن، یا به عبارتی به زبون خودمون بچه‌ها این میشه نقطه مشترکشون یکی باشه، نقطه تقاطعشون یه نقطه باشه، همشون یه نقطه تقاطع داشته باشن. اینجا بعد به شما میگن که این سه تا خط، شرط این که سه تا خط متقارب بشن چیه؟ به این مثال توجه کنید. سه تا خط به شما دادن، 2x - y مساوی 5، x به علاوه y مساوی 4، ax به علاوه 2y مساوی 7. سوال اینجوری مطرح میشه: به ازای چه مقداری از a سه خط متقاربن یا همرسن؟ به ازای چه مقداری از a سه خط متقارب یا همرسن؟ روش کار، اونی که پارامتر داره پارامتر a رو داره کاری نداریم. دو تا خطی که اینجا مشخصن، 2x - y مساوی 5، x به علاوه y مساوی چند؟ 4. یه دستگاه دو معادله دو مجهول حل میکنیم، نقطه تقاطع دو تا خط رو به دست میاریم. خب بچه حل این دستگاه خیلی راحته، اینا رو با هم جمع کنید 3x میمونه، y با هم میرن میمونه 9. 3x برابر 9، x چند شد؟ 3. 3 رو تو یکی از خط ها جایگذاری کنید y چند میشه؟ 1. یعنی مختصات این نقطه چند شد بچه؟ مختصات دقیقاً نقطه تقاطع این دو تا خط اول شد طول 3، عرض 1. خب وقتی به ما میگه سه تا خط متقاربن، یعنی نقطه 3 و 1 تو خط سومی هم باید صدق کنه، چون نقطه تقاطعشون یکیه. پس میریم تو خط آخری که ضریب آ رو داره و مجهول واسه همون میخواییم به دست بیاریم، به جای x ها چند میذاریم؟ 3 طول نقطه، و به جای y ش هم میذاریم 1 یعنی عرض نقطه. پس میشه 3a به علاوه 2 مساوی چند؟ 7. 3a میشه چند؟ 5. و a چند میشه؟ 5 سوم. یعنی اگر a عدد چند باشه؟ 5 سوم باشه، نقطه تقاطع هر سه تا خط با هم یکی میشن، یعنی همون نقطه 3 و 1 میشه. در اصطلاح میگن سه تا خط همرس یا چی ان؟ متقارب. خب ادامه کار اون بچه ها، یکی دو مورد نکته دیگه مونده که بگیم و بریم سراغ تستای این قسمت. خب به چند تا نکته مهم دیگه هم بپردازیم تا قسمت هندسه مختصاتی تمام بشه. خوب دقت کنید، یک خط شیبدار حتما محورهای بچه های خطی که محورهای ایکس ها و ایگرگ ها رو قطع میکنه، خب از لحاظ هندسی مثلث ساخته میشه. مساحت اون مثلث رو بخوایم به دست بریم به این شکل محاسبه میشه. خوب دقت کنید، برخورد خط با محور ایکس ها چجوری به دست میاد؟ شما به ایگرگ صفر بدید، ایکس به دست میاد، یعنی این فاصله به دست میاد که بهش میگن طول از مبدأ. برخورد خط با محور ایگرگ ها، شما چیکار کنید؟ ایکس رو صفر بذارید، ایگرگ به دست میاد که بهش میگن عرض از مبدأ، که این میشه فاصله. حالا مساحت این مثلث چی میشه؟ میشه 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع، یعنی 1/2 طول از مبدأ ضرب در عرض از مبدأ. اگر اینجا ببینید قدر مطلق گذاشتیم بچه‌ها، ممکنه حاصل ضرب طول از مبدأ و عرض از مبدأ یه عدد چی بشه؟ منفی بشه. قدر مطلق به این خاطر میذاریم که مساحت همواره مثبت. اما مسئله بعدی که شامل 5 تا سوال بسیار مهم میشه، خوب یاد بگیرید این قسمت رو، و واقعا مهمه، معمولا هم سوال داریم ازش. اگر اومدن سه تا رأس یه مثلث رو به شما دادن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به شما سه تا رأس مثلث رو دادن، خب یعنی رأسای A و B و C رو دادن، 5 تا سوال میتونن ازتون بپرسن. اون 5 تا سوال به چه شکلیه؟ اولین سوال اینه بچه ها، ممکنه بگن اندازه AM یعنی اندازه میانه وارد بر ضلع BC رو به دست بیارید.
خوب دقت کنید. این الان دقت کنید AM توی این مثلث میانه است. میانه وارد بر کدوم ضلع؟ وارد بر ضلع 20. خب اندازه AM رو می‌خوایم، اندازه این خط AM رو می‌خوایم. اگه دقت کنید فاصله AM به دست بیاد تمومه. خب مختصات A رو که خود سوال بهمون داده. ببین سوال مختصات A و B و C رو به ما داده. خب مختصات M رو خودمون میتونیم به دست بیاریم چون M میانه است بچه. اگه میانه باشه یعنی M وسط B و C هست. وسط B و C، وسط دو تا نقطه چجوری به دست میان؟ طولهاشون رو با هم جمع کن تقسیم بر دو، عرضهاشون هم با هم جمع کن تقسیم بر دو، مختصات M به دست میان. حالا فاصله A تا M، فاصله دو تا نقطه رو اگر حساب کنید میشه اندازه میانه وارد بر ضلع BC. فاصله دو نقطه هم که میدونیم بچه‌ها میشه رادیکال تفاضل طولها به توان دو به علاوه تفاضل عرضهاشون به توان دو. خب اما سوال دوم ممکنه بچه‌ها از شما بپرسن معادله همین خط میانه وارد بر ضلع BC چی میشه؟ برای معادله خط ما نقطه لازم داریم و شیب خط. خوب دقت کنید. نقطه که مشکل نداری چون نقطه آ رو دارید شما. حتی نقطه M هم تونستیم به دست بیاریم. پس مشکل نقطه وجود نداره. شیب خط فقط لازم داریم. وقتی شما نقطه M و مختصاتش رو به دست آوردی، نقطه آ هم که خودت سوال بهت داده، شیب خط گذرنده از دو تا نقطه چجوری به دست میاد؟ تفاضل عرضها تقسیم بر تفاضل طولها. این میشه شیب خط AM. حالا با یکی از نقاط A یا M به دلخواه که من اینجا نقطه آ رو انتخاب کردم، معادله خط AM رو می‌نویسیم. میشه ایگرگ من ایگرگ آ مساوی همین شیبی که به دست آوردیم در ایکس من ایکس آ. این میشه معادله خط AM یا معادله میانه وارد بر ضلع BC. خب سوال سوم بچه‌ها همین کارو میکنن، سه تا رسم به شما میدن، اندازه ارتفاع میخوان. ببینید سومین سوال تقریبا جز سوالاتیه که زمان بیشتری نسبت به سوالای دیگه از شما میگیره. ما باید یه سری کارا انجام بدیم تا به دست بیاد. سخت نیست ولی یه ذره طولانی تر. خوب دقت کن. اندازه ارتفاع آهچ میخواییم، یعنی اندازه ارتفاع وارد بر ضلع BC رو میخواییم. برای این کار باید بچه به این ترتیب عمل کنیم. اول شما شیب خط BC رو به دست بیارید. شاید شما بپرسید آقا چرا شیب خط BC، چه ربطی به اندازه آهچ داره؟ در کل اینو بچه به شما میگم، شما اگر بتونید فاصله نقطه آ رو تا ضلع BC به دست بیاری اندازه ارتفاع به دست اومده. چرا فاصله نقطه آ تا ضلع BC؟ چون ارتفاع وارد بر ضلع BC عمود بر ضلع BCه. پس ما اگه بتونیم فاصله نقطه آ رو از ضلع BC به دست بیاریم تمام. پس مهم نوشتن معادله خط BCه. معادله خط شیبش رو لازم دارید دیگه، M BC رو به دست میارید، بعد با یکی از نقطه های B یا C میگیرید بچه معادله خط BC رو مینویسید. بعد از اینکه معادله خط BC رو نوشتیم، حالا فاصله نقطه آ رو از ضلع BC به دست میاریم. فاصله نقطه از خط هم که میدونیم تو قسمت‌های قبلی گفتیم صورت قطر مطلق، مخرج رادیکال و بچه‌ها دیگه جریانش رو میدونید به چه شکلیه. خب اما قسمت بعدی چهارمین سوال معادله ارتفاع ازت میخوان. معادله ارتفاع یعنی معادله خط میخوان. برای معادله خط نقطه و چی لازم داریم؟ شیب. نقطه که نقطه آ حاضر و آماده است، خود سوال بهمون داده، میمونه شیب خط آهچ. خط آهچ دقت کنی برای خط بیستی عموده، یعنی شما اگه خط بیستی رو شیبشو به دست بری که خیلی راحت به دست میاد، میشه تفاضل طولهاشون تفاضل عرضهاشون تقسیم بر تفاضل طولها. خب شیب خط بیستی رو قرینه معکوسش کنی میشه شیب خط آهچ. چرا؟ چون بر هم عمودن دیگه، آهچ عمود بر بیستیه. پس شیب خط بیستی رو داری قرینه معکوسش کنی میشه شیب خط آهچ. نقطه آرم که در اختیار داری معادله ارتفاع می‌نویسی، خیلی راحت به دست میاد. و بریم سراغ پنجمین سوال. پنجمین سوال چی هست بچه‌ها؟ سه تا رأس مثلث به شما میدن، مساحت مثلث میخوان. ببین اگه شما قرار باشه برای مساحت مثلث بری اینجا ارتفاع به دست بیاری و قاعده به دست بیاری، بعد بگی یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع، مسیر طولانی داری. ولی خیلی سریعتر وقتی شما سه تا رأس مثلث داری میتونی مساحت به دست بیاری. به این شکلی که میگم خوب دقت کنید، فقط مواظب باشید اشتباه نکنید تو نوشتنتون. برای اینکه اشتباه نکنید من این کارو کردم بچه‌ها، به این فلش ها دقت کنید. خب از یه جا، از یه رأس شروع میکنیم، از یه دونه رأس، از هر رأسی که دوست داشتی شروع کن. من اینجا از رأس آ استارت زدم. اس مساوی یک دوم، از رأس آ شروع میکنیم. x آ در ایگرگ بی من ایگرگ سی به علاوه برم سراغ رأس بی. ببین فلش ها رو دارم دنبال میکنم. ایکس بیش بگین بچه ها در چی؟ آفرین، ایگرگ سی من ها ایگرگ آ به علاوه دیگه چی بچه ها؟ ایکس سی در چی بچه ها؟ ایگرگ آ من ها ایگرگ بی.
پس یه بار دیگه دقت کنید، اس برابر میشه با یک دوم، یک دوم فراموش نکنید، قدر مطلق بذارید. از یه جا شروع میکنیم، از رأس ها مجددا شروع میکنیم. ایکس ها ایگرگ بی منه ایگرگ سی به علاوه ایکس بی ایگرگ سی منه ایگرگ ها به علاوه ایکس سی ایگرگ ها منه ایگرگ بی. این عدد رو درست جایگذاری کنید، مطمئنا مساحت مثلث خیلی سریع به دست میاد. نکات هندسه مختصاتی تموم شده، فقط باید بریم بچه ها تست های هندسه مختصاتی رو تو قسمت های بعدی کار کنیم. حتما همراهمون باشید که تست ها رو هم بررسی کنیم. سلام خدمت بچه های عزیز، طبق قولی که داده بودیم بریم سراغ تست های مبحث هندسه مختصاتی. خب اولین تست رو دقت کنید، یه دست خطوط، معادله دست خطوط داده به ما، میگه یه دونه خط از این دست خطوط با بر خط گذرنده از نقاط آ و بی با این مختصات چیه؟ عموده. خب یه خط از این دست خطوط برای این خط گذرنده از این دو تا نقطه عموده. بچه ما اول میخوایم شیب اون خط رو پیدا کنیم. اولا شیب خط آبی، شیب خط گذرنده از دو تا نقطه چی میشد؟ میشد تفاضل عرضها منفی یک منهای 3 تقسیم بر 2 منهای 8 چند میشه بچه؟ 2/3. شیب خط آبی میشه 2/3. شیب دست خطوط دقت کنید، گفتیم خط اگر گسترده باشه شیب به این شکل به دست میاد، منفی ضریب x تقسیم بر ضریب y. شیب دست خطوط میشه منفی ضریب x چند؟ 2k و ضریب y چند؟ k به علاوه 1. حالا دقت کنید، وقتی میگه که دست خطوط بر خط گذرنده بر نقاط آ و بی عموده، یعنی شیب دست خطوط قرین معکوس شیب این خطه و مفهومش اینه که منفی 2k به روی k به علاوه 1 برابر چند؟ منفی 3/2. اگر شما یه طرف این وسط این کنید، k به دست میاد چند؟ 3. خب بچه k رو 3 بذارید تو معادله دست خطوط، دقیقا میشه 4y به علاوه 6x منهای 3 به علاوه 1 که میشه منفی 2. که اگر اینو ساده کنید، یعنی تقسیم بر 2 کنید، به معادله 2y به علاوه 3x مساوی 1 میرسید. خب سوال بعدی رو دقت کنید، تست شماره 7 از مجموع تستایی که واسهتون فرستادیم، آ بی آ سی و بی سی معادله سه تا ضلع یک مثلث رو به ما داده. خب معادله سه تا ضلع مثلث دارید، معادله ارتفاع مثلث رو میخواد، ارتفاع آ اچ رو میخواد. آ اچ میشه همون ارتفاع وارد بر ضلع چی؟ بی سی. خب ما میدونیم ارتفاع یه خطه، برای نوشتن معادله خط چی احتیاج داریم؟ نقطه و شیب. اولا بریم سراغ شیبش. ام آه اگر دقت کنید طبق شکل فرضی که کشیدیم، آه بر خط بی سی چیه؟ عموده. خب پس ام آه میشه منفی 1 به ام بی سی، یعنی قرین معکوس شیب خط بی سی شیبش. پس میشه منفی 1 تقسیم بر شیب خط بی سی، معادله ضلع بی سی رو دارید، 2y به علاوه 3x مساوی چند؟ 6. خب شیبش میشه منفی 3/2 منفی ضریب x به ضریب y، پس میشه منفی 1 به روی منفی 3/2. جواب چند شد؟ 2/3. پس شیب ارتفاع شد چند؟ 2/3. خب میمونه حالا نقطه. نقطه آ رو میشه به دست آورد. اگر دقت کنید نقطه آ از برخورد ضلع آبی و ضلع آسی به وجود اومده. خب ما معادلات آبی آسی رو هم داریم دیگه، پس میایم چیکار میکنیم؟ یه دستگاه دو معادله دو مجهول حل میکنیم. اگر این دستگاه رو حل کنید با روش حسبی، x میشه منفی 7/0 y میشه چند؟ 1/0. پس بچه به این شکل شد، نقطه آ مختصاتش چنده؟ منفی 7/0 1/0. شیب خط آش چنده؟ 2/0. حالا میشه به راحتی معادله شو نوشت، میشه y منهای عرض نقطه یعنی 1/0 مساوی 2/0 شیب در x منهای منفی 7/0 که میشه x به علاوه 7/0. اگه طرفین این معادله رو ضرب در عدد ثابت 3 کنید که مخرج ها از بین برن، در نهایت به معادله 9y منهای 6x مساوی چند میرسیم؟ 17. این شد معادله ارتفاع آرچ. خب اما تست بعدی که تست بسیار مهمیه، خوب دقت کنید، یه تکنیکی رو باید یاد بگیرید. اولا من سوال مطرح کنم ببینید به چه شکلی سوال گفته، بچه چی میخواد ازتون. میگه که دو تا نقطه بر خط y مساوی x منهای 1 قرار دارن که فاصله شون از خط 2x منهای 3y مساوی 5 برابر رادیکال 13. از شما چی خواسته؟ طول اون دو تا نقطه رو خواسته. خب بچه دقت کنید،
اصلی ترین جای سوال اینه که وقتی به ما میگه که دو تا نقطه، ما نقطه ها مختصاتشون نمیدونیم چندن، ولی داره تاکید میکنه رو خط y مساوی x منهای 1. خب اینو از این به بعد همیشه یادتون باشه، حتما یادداشت کنید بچه ها توی جزوهتون، هرگاه مختصات نقطه ای رو نداشته باشیم ولی بدانیم روی خطی قرار دارد، مختصات آن را فرضی در نظر میگیریم. حالا یعنی چی فرضی در نظر میگیری؟ من میخوام یه نقطه فرضی در نظر بگیرم روی این خط. خب قاعدتا اسم طولش رو نمیدونم، اسم طولش رو میذارم آلفا. عرضشم با جای گذاری تو خط چند به دست میاد؟ آلفای منهای 1. پس اون نقطه فرضی مختصاتش این شد بچه، طول آلفا، عرض آلفا منهای 1 که روی این خط قرار داره. ایکسشو بذارید آلفا، به جای ایکس که گذاشتی آلفا، ایگرگ هم به دست میاد آلفا منهای 1. این شد نقطه فرضیه. حالا سوال گفته فاصله این نقطه از این خط. خب ما فاصله نقطه از خط رو میدونیم، کافیه برید قدر مطلق رادیکال بذارید. خب میرید تو معادله خط، به جای ایکسش آلفا باید بذاری، به جای ایگرگش آلفا منهای 1. فقط یادت باشه 5 هم باید بیاد این طرف بچه، چون گفته بودیم خط به صورت چی باشه؟ گسترده. به جای ایکس آلفا بذارید میشه 2 آلفا منهای 3، به جای ایگرگ چی بذاریم؟ آلفا منهای 1 منهای 3 در آلفا منهای 1، 5 هم میاد اینور میشه منهای 5 داخل قدر مطلق. تقسیم رادیکال آ دو به علاوه بی دو، آ و بی چی بودن؟ ضرایب ایکس و ایگرگ. ضرایب ایکس و ایگرگ خط، 2 به توان 2 به علاوه منفی 3 به توان 2 که همون 3 به توان 2 میشه، فرقی نمیکنه. خب برابر چند بچه؟ رادیکال 13، چون خود سوال گفته فاصله اون نقطه فرضی از این خط برابر رادیکال 13. ما فاصله شو به دست آوردیم، مساوی رادیکال 13 گذاشتیم. این میشه 4، اینم میشه 9، 4 و 9 13، پس میشه رادیکال 13. یه طرف این وسط این کنیم به این شکل میشه بچه‌ها. یه دو آلفا داری، منفی 3 رو در آلفا منهای 1 ضرب کن، منهای 5 کنید، ساده کنید، در نهایت میشه قدر مطلق، صورت میشه قدر مطلق منفی آلفا منهای 2. مخرج رادیکال 13 ضرب در رادیکال 13 بشه چند میشه؟ 13. پس منفی آلفا منهای 2 یا 13 بوده یا منفی 13 بوده، در نتیجه آلفا یا منفی 15 بوده یا 11 بوده. پس طول اون دو تا نقطه‌ای که از ما می‌خواست یا منفی 15 بوده یا چند؟ 11. و تست شماره 10 که تست کنکور سراسری هم هست، که البته بچه این تستایی که حل کردیم اکثرا تستای کنکور سراسری هست. سوال تست شماره 10 به این شکل بچه، x به علاوه y مساوی 1، y مساوی 2x و x مساوی 1 سه ضلع یک مثلث هست، معادله کوچکترین ارتفاع این مثلث رو خواسته. بچه وقتی شما این سوال رو میخونی متوجه نمیشید دقیق سوال چی میخواد. معادله کوچکترین ارتفاع، خب این کوچکترین ارتفاع کجا قرار داره؟ ما باید چی کار کنیم؟ وقتی تو هندسه مختصاتی یه سوالی رو متوجه نمیشید دقیقا راه جبری سری براش پیدا نمیکنید، حتما بید از اون اطلاعات مسئله یه شکل فرضی بکشید. خب بچه خط x به علاوه y مساوی 1 میشه این خط. حالا اینو چه جوری من رسمش کردم؟ کار نداره، شما به x صفر بده ایگرگت میشه 1، 0 1 یعنی این نقطه. به x به y صفر بدید x میشه 1 یعنی میشه این نقطه. پس این خط تو میکشید، خط x به علاوه y مساوی 1. خط y مساوی 2x هم که مشخص از مبدا میگذره بچه‌ها، y مساوی 2x و خط x مساوی 1 هم که یه خط قائمه. خب الان شما اگه دقت کنید یه مثلث دقیقاً به وجود اومد. ببینید یه مثلث به وجود اومد، یه ضلعش y مساوی 2x، یه ضلعش رو خط x به علاوه y مساوی 1 و یه ضلعش رو خط x مساوی 1. خب مشخصه که توی این مثلث کوچکترین ارتفاع همینه که اینجا نقطه چین بچه‌ها رسم شده. خب بچه‌ها معادله این ارتفاع رو میخواد. معادله ارتفاع دقت کنید، شما یه خط افقی دارید، خط‌های افقی تو ریاضی گفتیم y مساوی عدده. خب من میخوام ببینم y مساوی چه عددیه دقیقاً، این خط y مساوی چه عددیه. یه لحظه اگر دقت کنید، این خط که معادلش هست y مساوی 2x و این خط که معادلش هست x به علاوه y مساوی 1، همدیگر رو اینجا چیکار کردن؟ قطع کردن. خب پس من میام سریع تقاطع این دو تا خط رو حساب کنم، یعنی خط y مساوی 2x و x به علاوه y مساوی 1، که اگه شما تو پایینی به جای yش 2x بذارید 3x میشه 1، x میشه 1/3. پس عرض این نقطه چند میشه؟ 2/3. پس اون خط افقیه‌ای که شما دنبالش بودید به عنوان کوچکترین ارتفاع بود، معادلش میشه y مساوی چند؟ 2/3. در ادامه بچه تستای بعدی رو هم بررسی میکنیم، همراه ما باشید.
بچه در ادامه بریم سراغ تست بعدی. تست شماره 13 رو نگاه کنید. به این شکل مطرح شده. عام مختصات 7 و 6 یه رأس متوازی الاضلاع است. دو تا از ذیل های متوازی الاضلاع رو هم بهمون داده معادلاتشو. 2 y منهای 3 x مساوی 11 و 3 y علاوه 4 x مساوی 8. ما یه شکل فرضی کشیدیم از اطلاعات مسئله. یه متوازی الاضلاع کشیدم. فرض میکنم معادله این زل هست 2y منهای 3x مساوی 11 و فرض میکنم معادله این زل هست 3y به علاوه 4x مساوی 8. اولا که بچه ها اینجا یه سوالی براتون پیش میاد. خب شما میگید که خب چرا این زل رو نگرفتیم 3y به علاوه 4x؟ خب شیوه این دوتا خط اگه دقت کنید با هم دیگه یکی نیستن. مفهومش اینه که معادلات دوتا زلی که به ما داده دوتا زل غیر موازی رو به ما داده معادلاتشون، چون شیوهشون یکی نیستن. مختصات یه رأس هم داده. این رأس اگه دقت کنید قطعا این رأس یا این رأس یا این رأس نیست. چرا بچه ها؟ به خاطر اینکه اگر بخواد این نقطه باشه یا این نقطه باید روی این خط قرار بگیره، نقطه آ که اگر 7 و 6 رو اینجا جایگذاری کنید تو این خط صدق نمی کنه. اگر 7 و 6 رو اینجا هم جایگذاری کنید تو این خط اینجا هم صدق نمی کنه. یعنی رأس ها هیچ کدوم از این سه تا نیستن. رأس ها اینه بچه ها. منظور از رأس ها اینه. خب حالا از شما چی میخواد؟ مختصات وسط قطر میخواد. خب بچه ها قطر یه متوازی الاضلاع میشه این دیگه. مختصات وسط قطر میخواد یعنی اینو میخواد. خب نقطه ها رو که داریم 7 و 6، این نقطه رو هم میشه به دست آورد بچه ها. اگه دقت کنید این نقطه چجوری به وجود اومده؟ از تقاطع دوتا خط به وجود اومده. پس ما میایم تقاطع این دوتا خط رو توی دستگاه حل میکنیم. بچه این معادله دستگاه دو معادله مجهول رو میخواییم حل کنیم. بالایی رو در 3 ضرب میکنیم، پایینی رو در منفی 2 که از بین برن ایگرگ ها. ایکس میشه منفی 1، ایگرگ میشه چند؟ 4. یعنی مختصات این نقطه الان داریم چند بچه ها؟ منفی 1 و چند؟ 4. یعنی مختصات این نقطه منفی 1 و 4. خب حالا وسط رو بخواییم بچه ها. اسم این نقطه رو میذاریم B، اسم این نقطه هم A. در از وسط A و B همون وسط قطر رو میخواییم. مختصات وسط دو تا نقطه رو همون میدونیم بچه ها. طولش چجوری به دست میاد؟ جمع طولها تقسیم برای چند؟ 2. یعنی منفی 1 به علاوه طول نقطه ها چنده؟ 7. منفی 1 به علاوه 7 تقسیم برای 2 و عرضش هم میشه جمع عرضهاش تقسیم برای 2، 4 به علاوه 6 تقسیم برای 2 که مختصات وسط قطر مختصاتش هم میشه 3 و 5. اینا به این شکل. سوال بعدی فاصله تست شماره 15 رو نگاه کنی. فاصله بین دوتا خط خواسته. خب بچه ها به ما میگه فاصله بین دوتا خط به دست بیارید. شک نکنید اون دوتا خط با هم چی هن؟ موازی هن. فاصله دوتا خط موازی رو دارن. اما چجوری ما متوجه شدیم اینا موازی هن؟ شیوه این خط رو نگاه کنید چند رادیکال سه، چون استاندارد ضریب x میشه شیوه. شیوه این خط بچه ها میشه منفی ضریب x یعنی 3 تقسیم بر ضریب y یعنی رادیکال 3. 3 به رادیکال 3 هم میشه رادیکال 3. یعنی این دو تا خط شیواشون با هم چی هم برابرن. پس موازی هن، پس میشه فاصله براشون به دست آورد. اما چجوری فاصله شو حساب کنیم؟ تأکید کرده بودم برای فاصله دو تا خط موازی حتما حتما ضرایب x و y باید با هم برابر باشن. خب ضریب y اینجا چنده بچه؟ 1. ولی تو این خط چنده؟ رادیکال 3. پس من میرم خط بالایی رو در یه رادیکال 3 ضرب میکنم که ضرب x و y یکی بشن. خب این خط بالایی رو در یه رادیکال 3 ضرب کنیم بچه ها، x و y هم بیاریم یه طرف، رادیکال 3 ضرب در y. پس ببین ما داریم چی کار میکنیم؟ کل این خط رو داریم در عدد ثابت رادیکال 3 ضرب میکنیم. رادیکال 3 y، رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 میشه 3، میشه 3x. 3x رو بیاریم بر چند میشه؟ میشه منفی 3x. رادیکال 3 ضرب در 2 هم همون طرف نگه دارید، دو رادیکال 3 میشه. خط پایینی هم خودشو بنویسیم، رادیکال 3y منهای 3x. بچه چون عدد ثابت خط بالایی سمت راست تساوی بود، عدد ثابت خط پایینی رو هم ببریم سمت راست تساوی، پس میشه منفی 6. حالا دو تا خط با هم موازی هستند، ضرب x و y هم با هم یکیه. فاصله دو خط موازی چجوری به دست میاد؟ قدر مطلق 3 منهای 3 پریم یعنی تفاضل عدد ثابت ها. عدد ثابت دو رادیکال 3، عدد ثابت منفی 6. تفاضل اینا رو حساب کنم، دو رادیکال 3 منهای منفی 6 میشه به علاوه 6. دو رادیکال 3 به علاوه 6 داخل قدر مطلق تقسیم بر رادیکال آ2 به علاوه بی2. آ2 به علاوه بی2 آ و بی چی بودن؟ همون ضریب x و y خط. آ2 میشه چند بچه؟ رادیکال 3 به توان 2. البته آ ضریب x در نظر میگیریم معمولا، منفی 3 به توان 2 که میشه 9. رادیکال 3 به توان 2 هم میشه چند بچه؟ 3. 9 و 3 میشه چند؟ 12. 12 رو چی میتونیم بنویسیم؟ دو رادیکال 3.
صورتم دو رادیکال 3 علاوه 6 یه عدد مثبت، قدر مطلق بودن یا نبودنش فرقی نمیکنه. از یه دو فاکتور میگیریم، دو در رادیکال 3 و علاوه 3 تقسیم بر دو رادیکال 3، عدد دو با دو ساده میشه. این کسر رو اگر گویا کنید، یعنی صورت مخرج در یه رادیکال 3 ضرب کنید، در نهایت میرسید به عدد 1 به علاوه رادیکال 3، یعنی فاصله این دو تا خط موازی 1 به علاوه رادیکال 3 است. سوال بعدی بچه ها، اگه یادتون باشه گفته بودیم شرط این که سه خط متقارب یا همرسم باشن، روش کار این بود دیگه بچه ها، باید این کارو میکردیم، نقطه تقاطع دو تا از خطا رو به دست میآوردیم، تو خط سومی جایگذاری میکردیم. حالا دقت کنید، میگه که خط y به علاوه 2x مساوی 0، 2y به علاوه ax به علاوه 5 مساوی 0 و y به علاوه 3x مساوی a میخوان متقارب یا همرسم باشن، مقدار a رو بگید چند. خب یعنی در اصل میگه به ازای چه مقداری از a اینا متقارب یا همرسم. روش کارمون ببینیم به چه شکلی. دو تاشو انتخاب کنم، اینو که انتخاب میکنم حتما y به علاوه 2x مساوی 0، y به علاوه 3x مساوی a رو انتخاب میکنم، یه دستگاه حل میکنم، نقطه تقاطع این دوتا رو به دست بیارم، دستگاه رو حلش میکنیم بچه. بالا رو داریم منفی ضرب میکنیم، ایگرگ از بین میرن، x برابر a میشه، ایگرگ هم جایگذاری کنید میشه منفی 2، یعنی تقاطع این دوتا خط چنده؟ مختصات a و منفی 2 است. اگر این ستا خط میخوان همرس یا متقارب باشن، باید این نقطه با مختصات a و منفی 2 در خط دیگه ای که اینجا دخالت نداشت، یعنی این خط صدق کنه. یعنی چی کار کنیم؟ بریم تو این خط به جای x هاش a بذاریم، به جای y هاش هم بذاریم منفی 2، از اونجا a رو به دست بیاریم. 2y یعنی 2 ضرب در منفی 2 میشه منفی 4 ax، یعنی a ضرب در a میشه a2 به علاوه 5 مساوی چند؟ 0. یه عبارت درجه 2 شد. ریشه های اینو میخواییم، خب دلتا این معادله منفی مشخصه بچه ها، یعنی a وجود نداره. پس سوال این بود بچه ها، به ازای چه مقداری از a متقاربن؟ ما میگیم الان به ازای هیچ مقدار ها، چون a به وجود نیامد. و سوال بعدی که سوال خیلی مهمیه واسه همون و راحت هم هست چون تکنیکشو گفتم بهتون، سه تا رأس یک مثلث رو به ما داده، مساحت مثلث خواسته. خب اگه یادتون باشه توی سوالات مساحت مثلث گفتم 5-9 سوال مطرح میشه، این آخرین سوال بود اگر به فیلم‌های قبلی دقت کنید. خب بریم بچه ها، مساحت مثلثی که ستا رأسش معلومه به این شکل به دست میاریم. یه لحظه تو ذهنتون این فلش‌ها رو در نظر بگیرید، اگه یادتون باشه گفتم از یه رأس شروع کن، استارت بزن، دور بزن کل مثلث. ما از رأس آ شروع می‌کنیم، اس برابر میشد با 1/2 در قدر مطلق. خب به ترتیب بچه ها، از رأس آ می‌خوام شروع کنم، x a چنده؟ 2 در ایگرگ بی منهای ایگرگ سی. بچه ایگرگ بی 0 منهای 2 میشه منفی 2، پس شد 2 در منفی 2 به علاوه x b چنده؟ 3 در ایگرگ سی منهای ایگرگ آ، ایگرگ سی 2 منهای ایگرگ آ یعنی 5، 2 منهای 5 چند میشه؟ منفی 3، پس میشه 3 در منفی 3 به علاوه. بریم سراغ رأس سی، x سی چنده بچه ها؟ 0. ما میدونیم 0 ضرب در هر چی چند میشه؟ 0. خب ببینیم چی مون بچه ها، یه دونه 1/2 داریم، منفی 4 با منفی 9 میشه منفی 13، قدر مطلق منفی 13 13 میشه، 13 ضرب در 1/2 چند میشه؟ 6.5. این شد مساحت مثلثی که سه تا رأسشو داریم. خسته نباشید بچه ها، تا قسمت بعدی. بچه در ادامه بریم سراغ تست شماره 25. خوب دقت کنید، آ به مختصات منفی 1 و 2، بی به مختصات 3 و 0، سی به مختصات 1 و منفی 2، سه تا رأس یه مثلثن. از شما چی میخواد؟ اندازه ارتفاع بی اچ میخواد. خب معلومه ارتفاع بی اچ میشه ارتفاع وارد بر ضلع چی؟ آسی. من این شکل فرضی بچه ها رسم کردم به این شکل. چیزی که از شما میخواد اندازه بی اچه، یعنی ارتفاع وارد بر ضلع چی؟ آسی. خب مشخصه این یکی از اون 5 تا سوالی بود که لازم داریم. گفتیم تو مثلث وقتی سه تا رسم میدن 5 تا سوال مطرح میشه، یکی از سوالات اندازه ارتفاع بود که تقریبا گفتم پرکارترین سوالش هم همینه از لحاظ زمانی. خوب دقت کنید، شما برای اینکه اندازه این بی اچ رو به دست بیارید، بعد معادله خط آسی رو داشته باشید، فاصله رأس بی تا خط آسی رو حساب کنید. حالا دقت کنید، برای اینکه از معادله خط آسی رو داشته باشیم شیب و نقطه لازم داریم. با نقطه مشکل نداریم چون هم مختصات آ داریم هم مختصات سی، ولی شیب خط آسی رو به دست بیاریم که ام آسی میشه تفاضل عرضها. تفاضل عرضها 2 منهای منفی 2 که میشه 4، تقسیم بر تفاضل طولها منفی 1 منهای 1 میشه منفی 2 که جواب چند میشه؟ منفی 2.
شیب خط آسی شد منفی دو. بریم سراغ معادله خط آسی. معادله خط آسی رو من به نقطه آ میگیرم حلش میکنی بچه ها. میشه ایگرگ من های ایگرگ آ یعنی دو مساوی منفی دو در ایکس من های منفی که میشه ایکس بلوی. که اگر یه ذره ساده تر اینو بنویسید میشه ایگرگ بلوی دو ایکس مساوی چند؟ صفر. کافیه شما برای محاسبه بی اش چیکار کنید؟ فاصله نقطه بی رو از خط آسی به دست بیارید. خب فاصله می‌خوایم به دست بیاریم. خودتون حتما بچه ها الان تو منزلی که هستید قلم و کاغذ داشته باشید، استوب بزنید، حل کنید، بعد نگاه کنید حتما. خب فاصله رو می‌خوایم حساب کنیم. بی اچ فاصله نقطه بی از ضلع آسی رو می‌خوایم به دست بیاریم. خب بی اچ مساویه فاصله نقطه از خط، نقطه بی، ما الان فاصله این نقطه رو می‌خوایم از این خط. خب میشه قدر مطلق رادیکال. میری تو معادله خط به جای ایکسش طول نقطه، به جای ایگرگش عرض نقطه، به جای ایگرگ 0 میذارید، به جای ایکس 3 میذارید که کلا چند میمونه؟ 6. تقسیم رادیکال آ2 به علاوه بی2، آ2 به علاوه بی2 تو میشه 1 به علاوه 4 که بچا چند میشه؟ رادیکال 5. پس اندازه بی اش شد 6 به روی رادیکال 5 که اگه گویاش کنید میشه 6 رادیکال 5 5. یعنی طول ارتفاع بی اش شد 6 رادیکال 5 5. خب تست شماره 37، ایکس من ایگرگ مساوی دو، ایگرگ مساوی ایکس به علاوه دو تا زل یه دونه مربع. خب بچه اولا شیب این خط یکه، این خط هم شیبش حساب کن این هم میشه یک، یعنی دو تا زل موازیه همو به شما داده. خب یعنی فرض کنید مثلا این زل رو به شما داده، معادله این زل رو دارید و معادله این زل. خب از شما اندازه قطر مربع رو بخواد. خب بچه اول شما باید اندازه زل مربع رو به دست بیارید. اگر شما خوب دقت کنید فاصله دو زل موازی تو مربع دقیقا میشه اندازه زل دیگه. یعنی ما فاصله این دو تا خط موازی رو حساب کنیم. فاصله دو خط موازی شرایط داشت ضرایب x و y در دو تا خط حتما با هم برابر باشن. خب ببینید اینجا ضریب x یکه، ضریب y منفی یکه، یعنی x من y مساوی دو داریم یه خط، ولی اینجا ضریب y یکه. اگه بخوام مثل ضریب این بشه باید کل این خط رو در یه منفی ضرب کنیم. خب بچه در منفی که ضرب میکنم اینا رو سعی میکنم بیارم این طرف. یه منفی y داریم که نوشتیم، اونور یه منفی x هست که بیاد اینور میشه مثبت x، پس میشه x من y مساوی چند؟ منفی 1. خب حالا فاصله این دو تا خط موازی رو میخوایم به دست بیاریم، میشه قدر مطلق 3 منهای 3 پریم. سی چنده؟ دو. من های سپریم دو من های منفی یک تقسیم رادیکال آ دو به علاوه بی دو یک به علاوه یک، پس میشه سه به رادیکال دو. سه به رادیکال دو شد اندازه ضلع مربع، اما اندازه قطر مربع رو میخوایم. شما میدونید بچه ها طبق رابطه فیثاغورس قطر مربع همیشه رادیکال دو برابر ضلع. خب قطر همیشه رادیکال دو برابر ضلع، یعنی همین کسر سه به رادیکال دو که اندازه زل زب در یه رادیکال دو کنید چند میشه بچه ها؟ اندازه قطر مربع میشه سه. تست شماره 45، مواظب باشید اشتباه نکنید، سوالو خودتون بخونید حلش کنید. دو تا نقطه داده به شما، آب مختصات 1 و 9، بیم مختصات 11 و منفی 1، دو سر پاره خط آبی هن. آ و بی، من شکل فرضی کشیدم، گفته نقطه ام وسط آ و بیه، مختصات ام وسط آ و بی رو هم به دست بیاریم، کاری نداره بچه ها. ام وسط آ و بی به این شکل به دست میاد، طولاشون رو جمع کن تقسیم بر دو میشه 12 دوم میشه 6، عرضشون رو جمع کن 9 به علاوه منفی 1 میشه 8، 8 دوم میشه چند؟ 4. مختصات ام 6 و 4. خب سوال از شما چی خواسته؟ معادله عمود منصف پار خط آم. خوب دقت کنید، معادله عمود منصف پار خط آم. خب بچه پاره خط آم معلومه این میشه، پاره خط آم اینه، درست شد؟ معادله عمود منصفش یعنی اینو میخواد. ما معادله این خط رو میخواییم بچه، معادله این خط رو وقتی لازم دارید بعد چی کار کنید؟ معادله این خط رو میخوایید به دست دارید بعد یه کاری انجام بده. شیب لازم داری و چی؟ نقطه. نقطه خب بچه گفته این خط چیه؟ عمود منصف، به خاطر کلمه نصف یعنی از این نقطه داره میگذره. اسم این نقطه رو چی میذاریم؟ N. N کجاست؟ وسط A و B. وسط A و B رو بیاید به دست بیاریم، طولاشون رو جمع کن میشه 7 تقسیم بر 2 میشه 7 دوم، عرضاشون رو جمع کن میشه 13، 13 دوم عرضش میشه. خب پس مشکل دی نقطه دیگه نداریم، میمونه شیب این خط. بچه شیب این خط عمود مناسب، شیب خط AM رو به دست بیاریم، قرینه معکوس کنیم میشه عمودش دیگه، درست شد؟ شیب خط AM رو به دست بیاریم، شیب خط AM
تفاضل ارزها 9 منهای 4 5، تفاضل طولها 1 منهای 6 منفی 5. شیب خط آم چنده؟ منفی 1. پس شیب این خطی که عمود منصفشه میشه قرینه معکوس منفی 1، یعنی چند؟ 1. پس بچه ها ما شیب داریم، شیب عمود منصف رو داریم، میدونیم عمود منصف از کجا میگذره؟ از نقطه 7 دوم و 13 دوم میگذره. پس ما این معادله شو مینویسیم، میشه ایگره منهای 13 دوم مساوی 1 در ایکس منهای 7 دوم، که اگر طرفین رو ضرب در 2 کنید ساده کنید در نهایت میشه ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 3. این شد معادله عمود منصف پاره خط آم. درست شد؟ خب. و اما تست شماره 50 آخرین سوال بچه‌ها. معادله یه ضلع مربع رو داده ایکس به علاوه ایگرگ مساوی 5. معادله یه رأس مختصات یک رأس مربع هم داده منفی 2 چند 1. خب از لحاظ هندسی من این شکل فرضی کشیدم، فرض میکنم این زلو داده x به علاوه y مساوی 5. خب بچه ببین من رأس آ رو چرا اینجا نگرفتم یا اینجا؟ به خاطر اینکه نقطه منفی 2 و 1 تو این خط صدق نمیکنه، جای گذاری میکنی جواب نمیده، یعنی این نقطه یا این نقطه نیست، رأس آ یا این بوده یا این، فرقی نمیکنه، فرضی شکلمون. خب اندازه قطر میخواد، اولا که ما ببینیم اندازه زل میشه به دست آورد یا نه. خب شما اگه دقت کنید متوجه میشید خیلی ساده، دقیقا فاصله نقطه آ از این زل دقیقا میشه اندازه زل مربع. پس بچه فاصله آ تا زل برابر همون طول چیه؟ زل. خب پس بریم فاصله نقطه از خط به دست بیاریم. فاصله نقطه از خط قدر مطلق رادیکال. خب مختصات نقطه چند؟ منفی 2 و 1. تو این خط جایگذاری کنیم قدر مطلق به جای x چند بذاری؟ منفی 2 به جای y 1. 5 هم حواست باشه بیاری این طرف، پس میشه منفی 2 به علاوه 1 منهای 5 داخل قدر مطلق تقسیم رادیکال a2 به علاوه b2 که میشه 1 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2 که میشه رادیکال 2. صورت چند شد بچه؟ قدر مطلق منفی 6 که میشه 6.